درود بر شما همراهان گرامی کانال چتر سفید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. با ما همراه باشید. خلاصه کتاب غیر ممکن غیر ممکنه. نویسنده ماری فورلئو. این کتاب راجع به چیه؟ با خوندنش میتونی فلسفه عملگرایانه خود توانمند سازی رو یاد بگیری. یادمه وقتی بچه بودم مامانم همیشه خدا داشت یه گوشه ای از خونه رو تعمیر میکرد. در واقع ما هیچ وقت انقدر پول نداشتیم که وقتی رادیو خراب میشد یا سقف آب میداد بتونیم یه رادیو جدید بخریم یا تعمیرکار استخدام کنیم تا سقف رو درست کنه. به خاطر همین مادرم اصرار داشت که خودش همه اینا رو تعمیر کنه. نکته جالب ماجرا اینجاست که مادرم هیچ پیش زمینه فنی نداشت. تازه توی دوران کودکی من یعنی دهه 1980 تکنولوژی انقدر پیشرفت نکرده بود که بره توی یوتیوب و ویدئوهای آموزشی تعمیرات منزل رو جستجو کنه و ببینه. یه روز که از ذخایر به ظاهر بی پایان دانش مادرم شگفت زده شده بودم ازش پرسیدم مامان تو چطوری بلدی همه این کارا را انجام بدی؟ واقعیت این بود که اون بلد نبود. در عوض به سادگی به این جمله باور داشت که کار نشد نداره، یعنی هر مشکلی یه راه حلی داره، البته به شرطی که مایل به تلاش برای کشف اون راه حل باشی. از اون موقع جمله کار نشد نداره تبدیل به شعار، نگرش و فلسفه‌ای شده که سعی میکنم بر اساس اون زندگی کنم. همونطور که توی این خلاصه کتاب میبینی، این گزاره نه تنها برای پروژه‌های خودسازی جواب میده، بلکه روی همه مشکلات شخصی، حرفه‌ای، مالی و عملی قابل اجراست. داستان زندگی من شالوده الهام بخش و واقع گرایانه فلسفه‌ام را نشون میده. ما به عنوان انسان یه موهبت باور نکردنی داریم. در واقع توانایی این رو داریم که ایده های خودمون رو به واقعیت تبدیل کنیم. اگه بهش فکر کنی میبینی که یه ویژگی جادویی محسوب میشه. منظورم اینه که یه جرقه کوچیک از تخیل در نهایت میتونه به یه تصمیم شخصی سرنوشت ساز، نوآوری فناورانه، خلاقیت هنری یا جاه طلبی حرفه‌ای تبدیل بشه. ماجرای موفقیت من یه مثال خوب از این موضوع محسوب میشه. اواخر دهه 1990 وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم نمیتونستم یه مسیر شغلی رضایت بخش رو پیدا کنم. در واقع مدام داشتم از این شغل به اون شغل میرفتم. یه مدت دستیار تاجری توی بورس نیویورک بودم. یه مدت دستیار فروش آگهی توی مجله گورمه. یه مدت دستیار مد توی مجله مادمازل. اما هیچ کدوم از این شغلا باعث احساس رضایت من نمی شدن. یه جای کار ایراد داشت. بعد یه روز چشمم به یه مقاله در مورد مشاوره زندگی خورد. اون زمان این یه حرفه جدید بود. بنابراین قبلن هیچ چیزی راجع بهش نشنیده بودم. احساس کردم این همون کاریه که من باید انجام بدم. یعنی رسالت زندگیم اینه که به بقیه کمک کنم به اهداف شخصی و حرفه‌ای خودشون برسن. این ایده مدام توی ذهن من وول میخورد. به خاطر همین هم وقتی شرکت انتشاراتی کندنست به هم پیشنهاد یه شغل بهتر توی مجله ووگ رو داد، تصمیم گرفتم اون موقعیت رو رد کنم و به جاش رویای جدیدم یعنی مربیگری رو دنبال کنم. الان من دارم با استفاده از برنامه تلویزیونی آنلاین، پادکست و برنامه آموزشی کسب و کار خودم به میلیون ها نفر مشاوره زندگی میدم. البته باید بگم که ایده ها به خودی خود به واقعیت تبدیل نمیشن. در واقع انواع موانع، چالش ها و مشکلات سر راه ما سبز میشن و ما برای مقابله با اونا
به تلاش، مهارت، منابع، دانش و شجاعت زیادی نیاز داریم. خود من اول باید شک و تردید رو کنار میذاشتم. اون موقع ها با خودم فکر میکردم که من فقط 23 سالمه. کی حاضره یه دختر 23 ساله مربی زندگیش بشه؟ تازه مشکل فقط این نبود. من 10,000 دلار بدهی داشتم و مجبور بودم اضافه کاری کنم تا علاوه بر پرداخت بدهیام پول بیشتر گیر بیارم و بتونم وبسایت خودم رو راه بندازم. من شغلای جانبی زیادی رو امتحان کردم، از پیش خدمتی گرفته تا نظافتچی توالت. به هر حال در نهایت 7 سال طول کشید تا با کار توی این شغلهای مختلف اوضاع مالی خودم رو تثبیت کنم و بتونم به طور تمام وقت روی کار مربیگری زندگی تمرکز کنم. به ندرت پیش میاد که مسیر تبدیل ایده اولیه به یه واقعیت موفقیت آمیز کوتاه یا آسون باشه. فلسفه کار نشد نداره هم از ما نمیخواد که خلاف این رو بپذیریم. در عوض همونطوری که توی بخش‌های بعدی میبینیم ما رو تشویق میکنه تا با آغوش باز به استقبال مشکلات اجتناب ناپذیر زندگی بریم و رو در رو با اونا مقابله کنیم. باورهای ما میتونن ما رو محدود یا توانمند کنن. برخلاف چیزی که بعضی از راهنماهای خودیاری به خورد ما دادن، هیچ میزانی از مثبت اندیشی نمیتونه مشکلات ما رو به طور جادویی ناپدید کنه. از طرف دیگه منفی نگری هم میتونه باعث بشه مشکلات غیر قابل حل به نظر برسن، چیزی که به نوبه خودش میتونه ما رو به سمت یه جور انفعال خود ویرانگر سوق بده. ممکنه کلیشه‌ای به نظر برسه، اما واقعیت اینه که اگه میخوایم به چیزی برسیم واقعاً باید به خودمون و توانایی هامون برای مقابله با چالش های مسیر ایمان داشته باشیم. به هر حال اگه فکر میکردیم رسیدن به چیزی برای ما امکان پذیر نیست، اصلاً چرا باید در وهله اول تلاش میکردیم تا بهش برسیم؟ وقتی به خودمون میگیم این کار شدنی نیست، عملاً داریم قبل از اینکه تلاشی کرده باشیم تسلیم میشیم. متاسفانه این اتفاق به یه دور باطل منجر میشه. در واقع تا زمانی که باور داشته باشیم نمیتونیم کاری رو انجام بدیم، هیچ وقت حتی زحمت تلاش کردن برای انجام اون کار رو هم به خودمون نمیدیم. تا زمانی هم که برای انجامش تلاش نکنیم، واضحه که قطعا نمیتونیم انجامش بدیم. با این حال این اتفاق به خاطر محدود بودن توانایی های ما نیست، بلکه به خاطر اینه که داریم خودمون رو با باورهای خود محدودگر در مورد توانایی هامون محدود میکنیم. بذار یه مثال برات بزنم. فرض کن اوضاع مالیت به هم ریخته و باور داری که هیچ کاری برای بهبود اوضاع از دستت بر نمیاد، چون ریاضیت خوب نیست و نمیتونی بشینی درست محاسبه کنی و ببینی که کجا ولخرجی کردی و کجا میتونی هزینه های خودت رو کاهش بدی و یا پول بیشتری ذخیره کنی. با این حال تا زمانی که به خودت میگی ریاضیم خوب نیست، هیچ وقت تلاش نمیکنی اوضاع رو بررسی کنی و برنامه دخل و خرج بهتری برای خودت بچینی. واضحه که توی چنین حالتی مطمئنن وضعیت مالیت همچنان در هم و برهم میمونه. حالا برعکس این چیزی رو که گفتیم در نظر بگیر. اگه ما باور داشته باشیم که میتونیم کاری رو انجام بدیم، انگیزه بیشتری پیدا میکنیم تا برای انجام دادن اون کار تلاش کنیم. اگه هم تلاشمون رو بکنیم و اون کار رو به انجام برسونیم، دست کم پیشرفت کردیم. این اتفاق به یه حلقه بازخورد مثبت منجر میشه، به این معنی که ما رفته رفته به طور فزاینده‌ای به خودمون ثابت می‌کنیم که در واقع می‌تونیم اون کار رو انجام بدیم و هر شک و تردیدی رو که توی این فرایند باقی مونده برطرف می‌کنیم.
خود من وقتی تصمیم گرفتم که یکی از رویاهامو محقق کنم و مربی رقص بشم، اولش احساس غریبی میکردم. فکر میکردم توی دنیای رقص یه وصله ناجورم. با این حال هر چی بیشتر آموزش دادم، به عنوان یه مربی رقص پیشرفت بیشتری کردم و احساس راحتی بیشتری با این نقش جدید به دست آوردم. همین استدلال ها در مورد باورهای ما راجع به دنیای بیرون هم صدق میکنه. این باورها میتونن خود محدودگر یا خود توانمند ساز باشن. مثلا باور تو در مورد اینکه امکان ارتقای شغلی برات وجود داره یا نه، نقش تعیین کننده‌ای توی تلاش تو برای به دست آوردن موقعیت بهتر داره. به هر حال خوشبختانه یا متاسفانه، باورهای ما در نهایت تبدیل به پیشگویی‌هایی میشن که به حقیقت میپیوندن. این باور که کار نشد نداره، یه سلاح قدرتمند در برابر باورهای خودمحدودگر ماست. همه ما در مورد توانایی‌ها و دنیای اطرافمون باورهای خودمحدودگر مختلفی داریم. مثلا بعضی از ما فکر می‌کنیم هیچ وقت استعداد کافی برای جون سالم به در بردن از شرایط سخت رو به دست نمیاریم. یا اینکه دیگه اون بیرون به اندازه کافی فرصتی برای رشد و یادگیری ما وجود نداره. از لحاظ تئوری میتونیم تلاش کنیم همه این باورهای محدود کننده رو به یک بار شناسایی و اونا رو با عقاید خود توانمندساز جایگزین کنیم. اما این کار خیلی سخت و زمان بره. خوشبختانه راه عملی تری برای انجام این کار وجود داره. ما به سادگی میتونیم این باور رو بپذیریم که کار نشد نداره. این همون باور اصلی خود توانمندسازیه که در نهایت باید بهش برسیم و یه پادزهر کلی برای همه باورهای محدود کننده ما فراهم میکنه. اصلا اینطوری بهش فکر کن. هر باور خود محدودگری در نهایت توی این مفهوم خلاصه میشه که فلان مشکل قابل حل نیست. مثلا اگه فکر میکنی به خاطر اینکه سنی ازت گذشته دیگه نمیتونی یه رابطه جدید رو شروع کنی، فرض اساسی باورت اینه که حقیقتاً هیچ راهی برای حل مشکل فرضی سن تو وجود نداره. اصل حرفم اینه که با پذیرش این باور که کار نشد نداره، میتونی بلافاصله هر باور محدودگری رو کنار بذاری و اونو با باور مخالفش جایگزین کنی. یعنی این که به خودت بگی فلان مشکل قابل حله. ممکنه الان ندونی راه حلش چیه، اما از همون ابتدای راه فرض میگیری که به هر حال یه راه حلی براش وجود داره. توی این حالت وظیفت اینه که اون راه حل رو پیدا کنی و بعد پیاده سازیش کنی. به عبارت ساده تر، کار نشد نداره بیشتر یه فرض عملگرایانه است تا یه جور فرضیه علمی. منظورم اینه که هیچ مدرک تجربی سفت و سختی وجود نداره که اثبات کنه این فرضیه 100% درسته. اما اشکالی هم نداره، چون هدف این فلسفه این نیست که ادعای بزرگی در مورد ماهیت جهان ارائه بده. در عوض هدف اینه که تو رو به حل فعالانه و کنشگرایانه مسائل ترغیب کنه و همزمان باعث بشه کمتر بی خود و بی جهت از انجام کارها تفره بری و یا در مقابل مشکلات تسلیم بشی. کار نشد نداره یه جور ابزار تشویقی فوری محسوب میشه که میتونه همه جا همراهت باشه و توی یه چشم به هم زدن کمکت کنه. مثلا یه بار خود من باید به یه پرواز خیلی مهم می رسیدم. اما وقتی به باجه ورودی رسیدم، کارمند شرکت هواپیمایی به هم گفت خیلی دیر کردی، زمان تحویل چمدون تموم شده. اولش قلبم اومد توی دهنم. با خودم فکر کردم که سفر رو از دست دادم. آره، دیگه هیچ راهی نیست که چمدونم رو تحویل بدم و برم داخل هواپیما. اما بعد به خودم یادآوری کردم که کار نشد نداره.
خیلی سریع وارد عمل شدم تا یه راه خلاقانه برای این مشکل پیدا کنم. رفتم یه چرخی توی فرودگاه زدم و توی یکی از مغازه‌ها چند تا کیف دستی پیدا کردم. بعد سریعاً وسایل چمدون رو خالی کردم داخل اونا و مستقیماً به سمت ورودی امنیتی دویدم. با این ایده خلاقانه دیگه لازم نبود چمدونی تحویل بدم و میتونستم بارم و با خودم داخل هواپیما ببرم. خلاصه که به همین راحتی تونستم اون مشکل رو از سر راهم بردارم و به سفرم برسم. بیشتر باورهای خودمحدودگر ما صرفاً یه مشت بهونن. قبل از اینکه به تلاش برای مقابله با باورهای خودمحدودگرمون بپردازیم، بیا یه قدم برگردیم عقب و سوالی رو بپرسیم که دلیل اصلی این مشکل رو آشکار میکنه. اینکه چرا ما در وهله اول به این باورها میرسیم و خودمون رو با حصاری که با اونا میسازیم محدود میکنیم. حقیقت اینه که اگه با خودت رو راست باشی، متوجه میشی باورهای خودمحدودگر بیشتر وقتا صرفاً یه راه راحت و بی درد سر برای توجیه یا پنهان کردن این واقعیته که به خاطر یه سری دلایل نمیخوای کاری انجام بدی. مثلا شاید انجام دادن اون کار خیلی زحمت داره. شاید اصلاً چیزی نیست که از ته دل اونو میخوای، یا اصلاً شاید ترسیدی. به هر حال دلیلش هر چی که باشه، دست کم فعلاً انگیزه‌ای برای انجام دادن اون کار نداری. به عبارت ساده تر، باورهای خودمحدودگر در نهایت به شکل بهونه میان. منظورم اینه که وقتی به خودت میگی نمیتونی کاری رو انجام بدی، در اصل داری از انجام تعهد شونه خالی میکنی و این واقعیت رو توجیه میکنی که قرار نیست اون کار رو انجام بدی. البته نه به خاطر اینکه توانایی انجامش رو نداری، نه، بلکه به خاطر اینکه مایل به انجامش نیستی. به قول قدیمی ها، خواستن توانستنه. اگه تو واقعا میخواستی اون کاری رو که ظاهراً نمیتونی انجامش بدی انجام بدی، به هر حال یه راهی پیدا میکردی تا از هر مانعی که سر راهت سبز میشه عبور کنی و اونو به انجام برسونی. اگه این حرفم رو قبول نداری، کافیه فقط به آخرین باری فکر کنی که با وجود اینکه یه چیزی دست نیافتنی و بعید به نظر می رسید، با تمام وجودت می خواستی اونو به دست بیاری. حالا چه این چیز یه هدف شخصی بوده باشه، چه یه هدف حرفه‌ای، به هر حال ازش دست نکشیدی و به احتمال زیاد برای مشکلی که سر راه رسیدن باهاش مواجه شدی، یه راه چاره خلاقانه پیدا کردی. اصلا بذار یه مثال از زندگی خودم برات بزنم. وقتی من تازه کارم رو شروع کرده بودم، متوجه شدم یه دوره مراقبه داره توی آفریقای جنوبی برگزار میشه. وقتی راجع بهش خوندم، فهمیدم یه دوره فوق‌العاده است. برای همینم خیلی دلم میخواست که توش شرکت کنم. با این حال مشکل این بود که برای ثبت نامش پول کافی نداشتم. من توی اون موقعیت میتونستم به سادگی به خودم بگم که من برای ثبت نام توی این دوره پول ندارم و بیخیالش بشم. اما مسئله این بود که علاقه من به این دوره صرفاً یه خیال گذرا نبود. یعنی رفته رفته داشت به یه اشتیاق شدید تبدیل میشد که اصلاً نمیتونستم فراموشش کنم. من باید توی این دوره شرکت میکردم. به خاطر همین هم یه راهی پیدا کردم. در واقع علاوه بر کار خودم، توی 3 جای دیگه هم به طور پاره وقت مشغول به کار شدم و تازه با مسئولای اون دوره تماس گرفتم تا راضیشون کنم که کم کم پول ثبت نامو بهشون بدم. اصل حرفم اینه که درک تفاوت معنایی واژه‌های نمیتونم و نمیخوام خیلی اهمیت داره. وقتی میگی نمیتونی کاری رو انجام بدی، یعنی این انفعال و عدم اقدام خارج از کنترل تو هست. به عبارت ساده تر، یعنی وقتی که کاری از دستت بر نمیاد. در مقابل وقتی میگی نمیخوای کاری رو انجام بدی، یعنی داری انتخاب میکنی که اون کارو انجام ندی. وقتی این تفاوت معنایی رو پذیرفتی، ممکنه همچنان تصمیمت این باشه که منفعل باقی بمونی. اما دست کم توی این حالت
مالک تصمیم خودت هستی، یعنی داری مسئولیت انتخابت رو به عهده میگیری، متوجهی که امکان مداخله توی این موضوع خاص رو داری و میپذیری که میتونی اقدام پیشگیرانه تری در مواجهه باهاش انجام بدی. اگه با خودت رو راست باشی، متوجه میشی که کمبود وقت، پول یا دانش بهونه موجهی برای منفعل موندن نیست. ما در مورد اینکه چرا نمیتونیم بعضی از کارا رو انجام بدیم، بهونه های زیادی میاریم. اما سه مورد از بین اونا هست که خیلی تکرار میشن. توی این بخش میخوایم به این سه مورد نگاهی بندازیم و یکی یکی اونا رو بررسی کنیم. اولین بهونه اینه که من وقت کافی ندارم. خیلی از ما برنامه های خیلی فشرده ای داریم. به خاطر همین این یه بهونه به ظاهر قابل قبوله. اما یه آزمایش فکری ساده وجود داره که به سرعت میتونه سستی و نادرستی این بهونه رو نشون بده. فرض کن دکترت گفته تو دچار یه بیماری کشنده شدی و تنها راه درمانش اینه که هر روز 2 ساعت تمام یه جا بشینی و هیچ کاری نکنی. توی چنین شرایطی وقتی خودتو توی یه قدمی مرگ میبینی، احتمالاً صرف نظر از هر مشغله‌ای که داری، هر جوری که شده این تمرین رو توی برنامه روزانت جا میدی. مثلا تصمیم میگیری دیگه تلویزیون نبینی، از شبکه‌های اجتماعی خارج بشی تا وقتت رو صرف اونا نکنی و زمان کمتری رو به رسیدگی به ایمیل های خودت تخصیص بدی. حتی یه سری دستورای غذایی آسون پیدا می‌کنی که بتونی توی زمان کوتاه برای چند روز آیندت غذا حاضر کنی تا هر روز پای گاز نیستی و اینطوری هم کمی زمان ذخیره کنی. به هر حال راه‌های متفاوت و زیادی وجود داره که به کمک اونا می‌تونی زمان آزاد بیشتری توی روز داشته باشی. به نظرت این زمان آزادی که توی روز به دست میاری چه معنایی میتونه داشته باشه؟ از لحاظ تئوری به این معنیه که تو همین الان هم روزانه 2 ساعت زمان داری که به راحتی میتونی برای دستیابی به اهدافت ازش استفاده کنی. تصور کن با این وقت چه کارها که نمیشه کرد. حتی اگه فقط بخشی از این زمان ارزشمند رو استفاده کنی، بازم میتونی انواع مختلفی از کارها رو توی اون زمان انجام بدی. مثلا صرف روزانه 30 دقیقه زمان روی یک کار خاص معادل با صرف سالانه 22 روز کاری 8 ساعته کامل. این اصلا زمان کمی نیست. با همین میزان زمان میتونی یه وبسایت جدید رو راه بندازی، مدیتیشن یاد بگیری یا عضلات شکمت رو تقویت کنی و به اصطلاح سیکس پک بسازی. حالا اگه اون نیم ساعت رو به روزی 1 ساعت افزایش بدی، یعنی توی 1 سال معادل 45 روز کاری کامل وقت داری تا اون کار رو انجام بدی. مثلا حتی میتونی یه کتاب بنویسی یا یه راهی برای به دست آوردن درآمد اضافی پیدا کنی. بهونه دوم اینه: من پول کافی ندارم. اولین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا واقعاً برای انجام دادن کاری که میخوای پول لازم داری؟ بعضی وقتا جواب این سوال منفیه. مثلا اگه میخوای یه مهارت جدید رو یاد بگیری، یه عالمه منابع آموزشی رایگان داخل اینترنت هست و نیازی هم نیست که هزینه کنی. در صورتی هم که جواب این سوال مثبت باشه، بازم یه راه حل هایی برای پول درآوردن هست. مثلا اگه میخوای یه کسب و کاری راه بندازی یا تحصیلاتت رو ادامه بدی، میتونی از مشاغل جانبی، بورسیه ها، کمک های مالی، تامین مالی جمعی، فروش یا صرفه جویی توی مخارج برای تامین بودجه لازم این کار استفاده کنی. خوشبختانه این لیست به همین موارد محدود نمیشه و خیلی بلند بالاست. در واقع میخوام بگم که راه‌های متفاوتی برای تأمین بودجه کارهای مورد علاقت میتونه وجود داشته باشه. در نهایت سومین و ضعیف‌ترین بهونه هم اینه: نمیدونم چطور این کار رو انجام بدم یا از کجا شروع کنم. این واقعاً بی‌پایه و اساس‌ترین بهونه است. تو میتونی هر چیزی رو از اینترنت یاد بگیری
تازه یه عالم ورکشاپ، کلاس، کتاب و حتی مربی هم هست که میتونی ازشون کمک بگیری. خوشبختانه توی دنیای امروز به لطف پیشرفت تکنولوژی و ظهور اینترنت اطلاعات فراوانی در دست ماست که باید قدرشو بدونیم و ازشون به خوبی استفاده کنیم. ترس دشمن ما نیست. لزومی نداره اجازه بدیم مانع حرکت ما بشه. در عوض میتونیم ازش به نفع خودمون استفاده کنیم. حالا که بهونه‌های کمبود وقت، پول و دانش رو بررسی کردیم، بیا بریم سراغ یکی از موانع اصلی دیگه‌ای که معمولاً بهش اجازه میدیم مانع رشد ما بشه. یعنی ترس. توی هر جد و جهدی، چه راه اندازی یک کسب و کار جدید باشه، چه یادگیری روندن موتور، زمانی فرا میرسه که دل رو به دریا بزنی و کار رو شروع کنی. شروع کردن چیزی که برات غریب و ناآشناست و تجربه‌ای توی اون نداری، ذاتاً یه کار خطرناکه. به خاطر همین کاملاً طبیعیه که توی مواجهه باهاش دچار احساس ترس بشی. با این حال مسئله اینجاست که نباید به این ترس اجازه بدی تو رو کنترل کنه. در واقع به جای اینکه اجازه بدی ترس مانع راهت بشه، میتونی ازش به عنوان ابزاری استفاده کنی که تو رو به حرکت و پیشرفت وادار میکنه. در واقع همه چی به این بستگی داره که چطور احساست رو تفسیر میکنی. تا حالا به تأثیرات فیزیکی ترس دقت کردی؟ ترس باعث میشه ضربان قلب تندتر بشه، دستات عرق کنن و احساس کنی توی دلت رخت میشورن. وقتی به ترس اجازه میدی جلوی حرکت و پیشرفتت رو بگیره، عملاً داری این تأثیرات رو به شکل سیگنال های تعبیر میکنی که مدام بهت میگن نه، این کار رو نکن. با این حال میشه اونا رو برعکس هم تعبیر کرد. مثلا قبل از اینکه خواننده معروف یعنی بروس اسپرینگستین برای اجرا روی صحنه بره، همه این علایم فیزیکی رو تجربه میکنه. البته اونا رو به این معنا تفسیر میکنه که هیجان زده و سر حاله و آماده است تا بره روی صحنه و بتره کنه. البته یه راه دیگه هم برای تفسیر ترس وجود داره. ترس از انجام کاری معمولا به این معنیه که اون کار خیلی برات مهمه. مخصوصا اگه ذهنت مدام درگیر یه سری ایده ها میشه، یعنی اون ایده ها جزء رویاهای تو هستن و خیلی برات اهمیت دارن. مثلا نوشتن یه کتاب، نامزدی برای یه منصب سیاسی یا نقل مکان به یه شهر جدید. اگه این کار واقعا برات مهم نبود، احتمالا احساس نمی کردی چیز قابل توجهی راجع بهشون هست. در نتیجه انقدر ذهنتو درگیر نمی کردن و انقدر ازش نمی ترسیدی. با در نظر گرفتن این موضوع می تونی ترست رو به چشم قطب نمایی ببینی که به چیزی اشاره می کنه که واقعا توی زندگی می خوای. با این طرز تفکر ترس نه تنها دشمن تو نیست، بلکه یه ابزار خیلی سودمند توی زندگی محسوب می شه. نکته کلیدی اینه که وقتی میخوای کاری رو انجام بدی که باعث ترس میشه، نباید به این ترس به چشم دشمنی نگاه کنی که باید شکستش بدی یا ازش فرار کنی. ترس تو هیچ وقت قرار نیست از بین بره. بنابراین اگه مدام منتظر این باشی که ترست محو بشه تا بتونی رویاهات رو دنبال کنی، تا ابد همون نقطه شروع گیر میافتی. فقط یه راه برای غلبه بر ترس وجود داره و اون هم اینه که با وجود ترس و بدون توجه به خطراتی که ممکنه توی مسیر وجود داشته باشه، دست به عمل بزنی. ما باید برای رسیدن به وضوح و دوری از بلا تکلیفی دست به عمل بزنیم. گام‌های کوچیک میتونن ما رو جلو ببرن. حتما تو هم این رو تجربه کردی که هر وقت حرف از تصمیمات مهم وسط میاد، آدم خیلی راحت میتونه به توانایی خودش برای تصمیم گیری درست شک کنه و دچار تردید بشه. متاسفانه نتیجه این اتفاق بلا تکلیفیه که یکی از بزرگترین موانع برای رسیدن به اهداف محسوب میشه.
اگه به این دقت کنی که سر هر تصمیم مهمی چقدر انرژی و زمان صرف میکنی تا به جواب سوالاتی مثل آیا از پس این کار برمیام؟ آیا واقعاً باید انجامش بدم؟ برسی شگفت زده میشی. خود من سالها نگران این بودم که آیا میتونم رویامو دنبال کنم و یه رقاص بشم؟ اما به هر حال در نهایت تصمیم گرفتم دلو به دریا بزنم و دنبال این آرزو برم. اصل حرفم اینه که اگه مراقب نباشی و زمان زیادی رو سر چنین تردیدهایی از دست بدی، ممکنه تا عمر داری نتونی دنبال رویاهات بری. چون بلا تکلیفی در نهایت به یه فلج دائمی تبدیل میشه. البته منظورم این نیست که قبل از اینکه تصمیم بگیری هدفی رو دنبال کنی نباید فکر، برنامه ریزی یا تحقیق کنی. مثلا قبل از اینکه روی طرح کسب و کارت سرمایه گذاری کنی باید بدونی که نصف نیمه است یا نه. از طرف دیگه هم هیچ وقت نمیتونی با دو به شک بودن و دست دست کردن به جایی برسی. در نهایت فقط یه راه برای آزمایش یه ایده و نتیجه گیری در مورد اینکه ایده نابی هست یا نه وجود داره. اونم اینکه دست به اقدام بزنی. در واقع یکی از دلایلی که اجازه میدیم بلا تکلیفی اختیار ما رو به دست بگیره اینه که فکر میکنیم باید قبل از اقدام به وضوح فکری برسیم. اما واقعیت درست برعکس اینه. یعنی ما با عمل کردن هست که به وضوح میرسیم. فکر کردن بدون عمل ما رو به جایی نمیرسونه. خود من تا قبل از اینکه وارد کلاس رقص بشم و هماهنگ با آهنگ برقصم نمیدونستم این کاریه که واقعا میخوام انجامش بدم. اما درست توی اون لحظه مطمئن شدم که از ته دل میخوام یه مربی رقص باشم. تله دیگه که گرفتارش میشیم اینه که فکر میکنیم فوراً باید یه تصمیم بزرگ بگیریم و همه وقت و انرژی خودمون رو صرف دنبال کردن یکی از رویاهامون کنیم. با این حال خود من این کارو نکردم. منظورم اینه که من شغل مربیگری خودم رو رها نکردم تا کاملاً خودم رو وقف کلاسای رقص کنم. در عوض صرفاً توی کلاس رقص ثبت نام کردم. این همه کاریه که ما باید برای فرار از چنگال بلا تکلیفی انجام بدیم. یعنی صرفاً باید یه قدم کوچیک رو به جلو برداریم و کار رو شروع کنیم. بذار یه مثال برات بزنم. اگه مدام در مورد اینکه آیا باید به یه کشور جدید بری و اونجا زندگی کنی تردید داری، میتونی صرفاً یه بار به اون کشور سفر کنی تا ببینی که بودن توی اونجا چه حسی داره. اگه به این فکر افتادی که برای چندمین بار شریک زندگیتو ترک کنی، بهتره صرفاً یه چند روزی ازش فاصله بگیری تا بعد ببینی تصمیم واقعی تو چیه. به هر حال اصل حرفم اینه که لازم نیست بلافاصله دلو به دریا بزنی و یه قدم خیلی بزرگ در راستای هدفت برداری. در عوض فقط باید کاری رو انجام بدی که تو رو یه قدم به شفافیت و تصمیم گیری نزدیک تر میکنه. منتظر نمون تا برای دنبال کردن آرزوهات آماده بشی. الان وقت عمله، نه بعدن. آخرین مانعی که قرار از سر راه برداریم چیزیه که با ترس و بلا تکلیفی ارتباط نزدیکی داره. یعنی این تصور که باید انقدر منتظر بمونی تا آمادگی لازم برای اقدام در راستای اهدافت رو به دست بیاری. توی نگاه اول این یه تصور منطقی به نظر میرسه. یعنی معلومه که آدم باید قبل از دنبال کردن چیزی آماده باشه. اما یه مشکلی این وسط هست. اگه منظورت از آماده بودن آمادگی 100% و به دست آوردن همه مهارت‌ها، دانش، اعتماد به نفس و انگیزه‌ایه که برای موفقیت لازم داری، باید بگم که هیچ وقت نمیتونی اینطوری آماده بشی. به خاطر اینکه تنها راه به دست آوردن این عناصر موفقیت درگیر شدن با چیزیه که میخوای بهش برسی. به هر حال واقعیت اینه که ما با تمرین مهارت‌های مختلف روی اونها تسلط پیدا می‌کنیم. با کسب تجربه دانش به دست میاریم. با دیدن نتایج
اعتماد به نفس پیدا میکنیم و با احساس توانمندی و مزایای حاصل از عمل انگیزمون رو تقویت میکنیم. بذار یه مثال از جنبه انگیزشی ورزش برات بزنم. اگه تو انقدر منتظر بمونی تا انگیزه کامل برای شروع یه برنامه ورزشی رو به دست بیاری، احتمالاً هیچ وقت از روی مبل بلند نمیشی. اما اگه صرفاً یه گام کوچیک برداری و تمرین رو شروع کنی، رفته رفته انرژی بیشتری پیدا میکنی و اون بیحالی و رخوت همیشگیت تبدیل به حرکت و انگیزه میشه. تازه حتی ممکنه خیلی زود به نقطه‌ای برسی که دلت برای باشگاه تنگ میشه و دوست داری جلسه تمرینی بعدیت هر چه زودتر از راه برسه. نکته اینه که انجام یک کار میل به انجام اون رو ایجاد میکنه، نه برعکس. درسته که ممکنه متناقض به نظر برسه، اما تنها راه آماده شدن برای انجام کاری اینه که قبل از آمادگی اون کار رو شروع کنی. میخوام بهت بگم که باید دست به کار بشی، نه یه روز دور و فرضی توی آینده که آماده هستی، بلکه همینجا، همین الان. جدی میگم، وقتی این خلاصه کتابو تموم کردی یه کاری انجام بده تا خودت رو یه قدمم که شده به هدفت نزدیک کنی. مهم نیست چه کاری، برای اینکه تمرکز خودت رو حفظ کنی فعلا فقط یه هدف رو انتخاب کن، هر کدومو که فکر میکنی مهم تره. برای شروع یه کار کوچیک، قابل کنترل و ملموس انتخاب کن و بعد اونو انجام بده. این کار میتونه یه چیز ساده مثل ثبت نام توی یه کلاس یا زنگ زدن به یه مربی باشه. هدف صرفاً اینه که دست به کار بشی. یادت باشه که برنده توی یه روز ساخته نشده و تنها راه برنده شدن توی مسابقه زندگی گام برداشتن و رو به جلو حرکت کردنه. با این حال اگه قدم اولو بر نداری هیچ وقت به جایی نمیرسی. پس از وایسادن توی نقطه شروع دست بردار و همین امروز اولین قدمو بردار، چون رویاهات توی خط پایان منتظرتن. حرف اصلی کتاب، خلاصه کتاب غیر ممکن غیر ممکنه، میخواد اینو بهت بگه که وقتی توی مسیر رسیدن به اهدافت با مشکلات زندگی و چالش‌های مختلفی روبرو میشی، باورهات میتونن تو رو محدود یا نامحدود کنن. این عقیده که کار نشد نداره میتونه بهت کمک کنه همه باورهای خودمحدودگرت رو با باورهای خودتوانمندساز جایگزین کنی. این برای موفقیت خیلی مهمه، چون تصور ما در مورد اینکه میتونیم کاری رو انجام بدیم یا نه در نهایت به یه پیشگویی درست تبدیل میشه و به واقعیت میپیونده. باورهای خودمحدودگری مثل من وقت، پول یا دانش کافی ندارم صرفاً یه مشت بهونه غیر موجه برای انفعال محسوب میشن و قانع کننده نیستن. واقعیت اینه که همه مشکلات رو میشه حل کرد، حتی مشکلاتی که در نتیجه ترس و بلا تکلیفی به وجود میان یا به خاطر این جلوی ما سبز میشن که دوست داریم اول آمادگی کامل برای دنبال کردن رویاهامون رو به دست بیاریم و بعد وارد عمل بشیم. یه توصیه عملی برات دارم، هدف نهاییت رو به یاد داشته باش. اگه برای دستیابی به اهدافت به تلنگر و تشویق نیاز داری، به خودت یادآوری کن که فقط یه نفر روی زمین هست که ترکیب دقیقی از ارزش‌ها، خواسته‌ها، مهارت‌ها، توانایی‌ها، دانش، پیشینه، دیدگاه و ویژگی‌های شخصی تو رو داره. یعنی خودت. اون ترکیب بی‌نظیر و منحصر به فردی از ویژگی‌ها و پتانسیلی که به میدون میاری، همون هدیه‌ایه که باید به دنیا بدی. اگه نهایت استفاده رو از اونا نمیبری، عملاً داری اون هدیه رو از بقیه دریغ میکنی. مسئله صرفاً این نیست که رویاهات نیاز به توجه و اقدام دارن، بلکه هدف غایی تو اینه که با استفاده از استعدادها و توانمندیهات یه تأثیری روی این دنیا بذاری.
سپاس از همراهی شما. تا کتاب بعدی، بدرود.